در آستانه سومین سالگرد تسلط دوباره امارت اسلامی در افغانستان سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید امریکا و متحدانش نه تنها در میدان نظامی بل در میادین اقتصادی و سیاسی نیز در برابر امارت اسلامی زانو زده و افغانستان را ترک کردند محمد یعقوب مجاهد تصریح می کند که امارت اسلامی با بکارگیری مهارت ویژه توانست وضعیت را در نخستین روزهای سقوط نظام پیشین کنترل کند زیرا احتمال درگیری های داخلی از بزرگترین نگرانی ها بود مردي <مش> رحص پدې کې کول چې داسې یو حالت را منځ ته نسی چې امریکایان وتلی وي او بیا دلته موږ افغانان خپل په منځ کې به جګړه باندې ښتایو او د امریکایانو لوی هدف هم دا و د ډیرو دښمنانو د افغانستان لوی هدف هم <مش> دا, دا و چې الحمدلله په ډېر یو یو الله جل جل له په خاص نصره او په ډېر شت تكتیک باندې دا چاره تر سره سو او هغه جګړو نخوالو مشکلاتو تزمینه نسو ومسایدت آقای مجاهد در این گفتگو با تلویزیون ملی همچنان گفت در گپ و گفتهایی که منجر به امضای توافقنامه دوحه در دهم حوت 1398 خورشیدی میان امارات اسلامی و امریکا شد توافق به دست آمد که نیروهای آمریکایی و اطلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا از افغانستان بیرون شوند و هیچ سرباز خارجی در افغانستان نباشد او افزود که این توافقنامه برخ زمایم پنهانی نیز داشت بعضی زمایم چې به سر مطرح کېدل چې دا چنگ دا به څنګه دا به څنګه پټ زمایم دی او پلان زمائم دا و چې ش اوس چې امریکایان راټوليږي وځي دا پزاوه دي کارت څنګه باید برابر شي نو بیا بعضی توافقات پر دې باندې سوي و چې مثلا لویه عملیات به د اسلامي مراد لپاره ځخنه کیږي پر ویلایت باندې مثلا یا پر لوسوالي باندې یا پر لوی لوی مراکز باندې این مقام ارشد دفاعی کشور میگوید وقت پس از فروپاشی دولت پیشین اهدادار وزارت دفاع شد ساختمان این وزارت تنها دارایی آن بود و این که برای تشکیل نیروهای دفاعی از صفر آغاز کردند و اکنون امارت اسلامی دارای اردوی منظم است یعنی مش پداس یو حالت کلالو زچکله ملی دیپاو وزارت ترالم دلت ملی دیپاو وزارت سره و چول صرف ودانی وی نور پرسونال تقریبا صفر ترسیدل او ده حساب شو ب 16 میلی دی پاور زرت ده بخی سریدہ حساب نو بن کول یواج ودانی تخ میلی دی پاور زرت نشویل کدر مرز دا کار ده صفر څخه شروع اقای مجاهد در پاسخ به پرسش درباره پروازهای غیر مجاز طیاره های بی پیلود در آسمان افغانستان بیان کرد امارات اسلامی در تلاش است تا از این تخلفات جلوگیری کند و تا حد امکان در این زمینه مسئولیت پذیر است با این حال او نمیتواند زمان دقیق را برای موفقیت در این امر تعیین کند با این همه او تاکید میکند که پس از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی هیچ حمله برخاک افغانستان بی پاسخ باقی نمانده است